مختصری از بیوگرافی. من فکر میکنم که همه هموطنهای عزیزم دیگه آشنایی دارن با داستان زندگی من، ولی خب اینو میخوام برای اون جوانهایی بگم که شاید تا حالا نشنیدن. از سن 3 سالگی به روی صحنه تئاتر رفتم چون استعداد بازیگری داشتم و وقتی میرفتم رو صحنه‌ام از هیچ چیزی واهمه نداشتم و خیلی راحت، مثل اینکه این جزی از زندگی منه. به اتفاق پدرم، مادرم و در اون زمان خدا رحمت کنه آقای ارحام صدر هم در تئاتر سپاهان بودن که افتخار داشتم همکاری میکردیم با هم. بعد ما مجبور شدیم که بیایم به تهران از اصفهان. من اون موقع شاید 5 سالم بود که در اون زمان آقای همایون شوهر خاله عزیزم باعث شدن که من به سینما راه پیدا کنم، سینمای ایران. بعد که انقلاب شد، خب من 7-8 سالم ایران موندم چون عاشق وطنم بودم و دلم نمیخواست که ایران رو ترک بکنم. ولی خب به خاطر مسائلی که دیگه همه میدونن و مشکلات و فشارهایی که اونجا بود و واقعا دیگه تحمل زندگی در ایران رو نداشتم، مجبور شدم که فرار کنم از ایران. اول رفتم به فرانسه، شهر پاریس زندگی میکردم 2 سال، که البته خانوادم قبل از من رفته بودن، خواهرم، برادرم و مادر عزیزم. من به اونها پیوستم، کنسرت های مختلفی داشتم در کشورهای مختلف اروپا، مثل انگلیس، مثل آلمان، مثل سوئد، دور اروپا رو گشتم و بعد از چند سال دیداری تازه کردم با هموطنهای خوبم. بعد که دیگه اومدم فرانسه، اومدیم آمریکا، اون موقع هم شهرام شهپری عزیز خیلی به من کمک کرد و محبت کرد که راه و چاهو به من یاد داد که از کجا شروع کنم، چیکار کنم، و اولین آلبومم رو به بازار ارائه دادم که اسمش مخمل ناز بود با کمپانی پارس ویدیو، آقای امیر کعبه‌ای که خدایشون هم رحمت کنه در بین ما نیستن الان. زندگی در خانواده هنرمند، خب به هر حال خیلی تاثیر داشته برای شروع کار من. همین که خب من تونستم از سن خیلی کم کار هنریم رو شروع کنم و بعدم این که درست مثل این که توی چون هم پدرم هم مادرم هنرچه تئاتر و سینما بودن، مثل این که از بچگی مدرسه تئاتر و سینما رو گذروندم و استادایی داشتم مثل پدر عزیزم و مادر نازنینم که این واقعا خیلی تو کار هنری من مؤثر بوده، وجود پدر و مادرم. نام اولین و آخرین فیلمی که بازی کردم، اولین فیلمی که من بازی کردم در ایران، فیلم 3 تا فیلم همزمان با هم بازی کردم که فیلم خروس جنگی، فیلم مراد و لاله و چرخ بازیگر بود که همش کارگرداناش آقای صابر رهبر بودن. و زمانی که یکمی بزرگتر شده بودم، یعنی تینیجر بودم، آخرین فیلمی که بازی کردم همون باغ بلور بود که خیلی هم این فیلم رو دوستش داشتم و داستان بسیار جذاب و زیبایی داشت. آقای پرویز فنیزاده در این فیلم همکاری داشتم باشون که باعث افتخار من بود واقعا، ایشون رو هم خدا رحمتش کنه. و دیگه متاسفانه بعد از اون فیلم دیگه در ایران بازی نکردم. خب من از همون زمان بچگی واقعا عاشق موسیقی کلاسیک کشورم بودم و خیلی دوست داشتم. همون اوایل هم وقتی صدای مرضیه رو گوش میدادم واقعا لذت میبردم از صداش، یا صدای قمرالملوک وزیری، با اینکه خیلی بچه بودم ولی میدونستم که اولین خواننده زن ما بوده که چقدرم صدای زیبا بود. مثلا آهنگ مرغ سحر رو خیلی دوست داشتم و سعی میکردم که مثل خودش باهاش بخونم. خب ولی به هر حال زمانی هم که خواننده شدم خیلی دلم میخواست که همین راه رو ادامه بدم، خب نشد. ولی همیشه علاقه من بودم، چون زمانی که انقلاب شد و من در ایران بودم، اون 7-8 سال رو سعی کردم که با اساتید بزرگی که در ایران بودن کار کنم، موسیقی اصیل ایرانی رو، ردیف ها و گوشه هاشو، و حتی یک مدتی سه‌تار می نواختم و خیلی هم دوست داشتم. آخرین آلبومی رو هم که به بازار ارائه دادم آلبوم From My Heart بود که از شعرای بزرگمون، اساتید شعر و ادب و موسیقی ایران در این آلبوم استفاده کردیم و کار بسیار زیبا و قشنگیه. من خودم وقتی گوش میکنم واقعا عاشقانه بهش گوش میکنم. اگر پدر مادر هنرمند نداشتم وارد فضای هنری میشدم یا نه؟ شایدم نه، به خاطر اینکه به هر حال من این استعداد رو از پدر و مادرم به ارث بردم.
و خیلی خوشحالم که تونستم خیلی زود در جوانی وارد جرگه موسیقی بشم و اون کاری رو که دوست دارم انجام بدم. آیا انسان رومانتیکیم؟ البته که رومانتیکم، خیلی هم رومانتیکم، چون من اصلا همه کارهام رو که اجرا میکنم احساسم در وهله اول برام خیلی مهمه. نقش چه کسی را پررنگتر میبینم؟ خب دو سه نفر بودن. من زمانی که خب وارد کار سینما شدم و بچه بودم، شوهر خالم آقای همایون هنرپیشه سینما خیلی بهم کمک کردن که این راهو برم دنبالش و منو معرفی کردن به کارگردانای سینما و همچنین وجود پدر و مادرم، همونطوری که قبلا گفتم. بعدم زمانی که آمدم خارج از کشور، خب وجود خواهرم فریبا واقعا خیلی برای من مهم بوده و همیشه جانانه در کنار من بوده و باورتون نمیشه که شاید اهمیت بیشتری به کارهای من میده از خود من. و من وقتی با فریبا راجع به یه کاری صحبت میکنم، فکر میکنم که یه آینه است نشستم روبروم دارم با آینه، یعنی اینقدر احساس نزدیکی میکنم بهش در مورد کارام و همچنین زندگیم. همکاری با خواننده ها، خب معلومه من از 20 سال پیش این کارو کردم. من یک آلبوم داشتم با آقای شهرام شهپره که یک دو تا آهنگ با هم خوندیم، حتی با آقای شمعی زاده یک کار دو صدایی که از کارهای خودشون بود خوندم. آقای عارف عزیز آهنگ سلطان قلب ها رو بارها با هم اجرا کردیم به روی صحنه و خب به صورت ویدیو هم پخش شده، همه دیدن. و این کار رو من از خیلی وقت پیش میکردم، یه کار جدید نیست. بعدم تمام آهنگای خانم مهستی رو من همراه خواننده های خوب زنمون، خانم هنگامه عزیز، خانم هلن، خانم سپیده، 5-6 تا آهنگ مهستی نازنین خدا رحمتش کنه واقعا آهنگهاش رو اجرا کردیم و خیلی هم کار زیبایی در اومد و همه هم دوست داشتن. در ضمن یک کار زیبایی به اتفاق آقای داریوش عزیز، همکار بسیار خوبم که خیلی دوستشون دارم، و اندی نازنین خوندیم سه صدایی برای فوتبال ایران که قرار بود تیم ملی ما در جام جهانی بازی کنن و خیلی مردم این کار رو دوست داشتن. به هر حال باید پیش بیاد موقعیتش. من چون خیلی آدم احساساتی هستم، اگه بخوام این کارم بکنم با همکارام، بیزینسی هیچ وقت فکر نمی کنم و دلم میخواد که یه کاری باشه که اثرگذار باشه و بمونه برای سالها و مردمم هم همین احساس داشته باشنش. سندیکای خواننده ها خارج از کشور، معلومه من خودم یکی از کسانی بودم که در اولین روزی که این گردهمایی پیش اومد و همه دور هم جمع شدیم خواننده های ایرانی، من هم در کنارشون بودم. و خب به هر حال من فکر میکنم که یک کاری که تا حالا انجام نشده و برای اولین باره که داره به یه جایی میرسه این سندیکای خواننده های ایران و یه مقداری طول میکشه، مشکلات خودشو داره، یه مقداری همه باید با هم همفکری کنن، با هم کنار بیان، همه توی خط به قول معروف توی پیج قرار بگیرن و این یه مقداری سخته. من امیدوارم که این اتفاق بیفته، این به نفع همه ما هنرمندای خارج از کشور هست که با سختی و مشکلات زیادی مواجه هستیم در کارمون، در سیدی هامون، در کنسرت هایی که میخوایم بذاریم، و امیدوارم که این اتفاق بیفته و سندیکای تشکیل بشه که بتونن از حقوق هنرمندای خارج از کشور دفاع کنن. خاطرات دایی جان ناپلئون و پدرم. خب دایی جان ناپلئون خیلی جالبه که من همیشه با این داستان زندگی کردم، چون یکی از اشتباهایی که کردم این بود که در این فیلم آقای تقوایی به من پیشنهاد دادن توسط پدرم که برم و رول لیلا رو بازی کنم با سعید کنگرانی، ولی متاسفانه من در اون زمان انقدر گرفتار چند تا قرارداد و روی صحنه رفتن هفته 5-6 شب میخوندم و دیگه انقدر گرفتار بودم که متاسفانه نتونستم، چون میگفتن 3 ماه باید بیای و پشت سر هم هر روز این کار رو باید تموم بکنیم در 3 ماه، و من متاسفانه چون خیلی گرفتار
دار بودم اون موقع نتونستم و هنوز که هنوزه این دایی جان ناپلونو که من میبینم قصه میخورم که ای کاش من اینو قبول کردم 3 ماه همه کارا رو میذاشتم کنار، چون واقعا یه کار خیلی قابل تقدیره، اصلا یه کاریه که ماندگار شد با اون هنرمندای بزرگ ایرانی. منتها اون موقع خب من جوان بودم و توجه هم یه مقداری کم بود متاسفانه، و همیشه با خاطرات این سریال زندگی میکنم، مخصوصا که پدرم در این سریال بازی میکرد و من، نه اینکه پدر من بوده، واقعا همیشه افتخار میکنم که جهانگیر فروهر یکی از بهترین هنرمندای سینما و تئاتر ایران بود که اونم با عشق کارشو میکرد، یعنی اصلا مسائل مادی براش مطرح نبود و وقتی میرفت جلوی دوربین سینما به قول آقای پرویز صیاد فرق نمیکرد که چه نقشی رو بهش بدن، اون به بهترین نحوی این نقشو ارائه میداد، چون با عشقش و با قلبش کار میکرد. خدا رحمت کنه پدر نازنینم رو و یادش بخیر دایی جان ناپلئون و خاطراتی که از اون سریال زیبا داشتیم. پیشنهاد بازیگری در ایران، بله، اون زمانی که تازه انقلاب شده بود من خیلی هم جوان بودم، به من پیشنهاد کردن که در یک از سریال‌های بزرگ ایرانی که تلویزیون اون رو می‌ساخت بازی بکنم، همون اوایل انقلاب بود، ولی من قبول نکردم، نخواستم همکاری کنم، خیلی هم آرزو اینو داشتم که بازی کنم و به جلوی دوربین تلویزیون یا سینما برم، ولی نکردم این کارو. به هر حال بعد از اینکه اومدم خارج از کشور، یکی دو تا فیلم دیگه به من پیشنهاد شد، یکیش در آلمان ساخته میشد که نقشی که بود خب زیاد به دلم ننشست و بازی نکردم، یه فیلم در آمریکا منو خواستن که هالیوود این فیلمو میساخت، ولی خب به خاطر اینکه سنم یه مقداری کم بود به اون کاراکتری که میخواستن نمیخورد، برای همین بازی نکردم اون رو. هم تئاتر بازی کردم اینجا با آقای پرویز صیاد، یک صمد و دو لیلا که فریبای نازنینم 3 تا نقش بازی میکرد و چقدر این نقش ها رو زیبا بازی میکرد و من نقش خودم رو لیلا فروهر رو بازی میکردم. خیلی داستان سوژه جالبی بود دیگه، صمد آقام که آدم در کنارش باشه دیگه عالی میشه. به هر حال من فکر میکنم که اگه روزی هم به من پیشنهاد بشه که برم در سینمای مملکت خودم بازی کنم، دلم میخواد اونجوری که دلم میخواد برم جلوی دوربین، آزادانه بدون حجاب و از کسی دستور نگیرم که چه جوری باید برم جلوی دوربین سینما. ارتباط با طرفدارام، خب معلومه من عاشقشونم، خیلی دوستشون دارم، چون باورتون نمیشه که رابطه بسیار نزدیکی با اکثرشون دارم، حتی تو کارهای من زنگ میزنن که میگن که مثلا چرا این کارو کردی یا چرا این کارو نکردی، این لباست مثلا اینجوری بود، مواد این مدلی بهت میاد، یا یه مدت که من ساکت میشم مثلا خب میخوام استراحت کنم یکی دو ماه، هی زنگ میزنن، هی ایمیل میفرستن، هی پوش میکنن که ما منتظریم کار جدید چی شد، به ما میکشن منو. خلاصه من به امید این طرفدارای نازنینم زنده هستم و کارم رو ادامه میدم. نمیدونین که چه انرژی به من میدن. من از 23 سال قبل با اینا ارتباط نزدیک داشتم، از زمانی که میرفتم دبی و کشورهای که هموطنام از ایران میان برای کنسرت ها، مثل ترکیه، دبی، و با همه اینا قرار ملاقات میذاشتم، میدیدمشون، صحبت میکردیم، عکس میگرفتیم، تا جایی که دیگه این مد شد. من میبینم که الان همه خواننده ها دارن این کارو میکنن و این خیلی مسئله مهمیه و خیلی خوبه، برای اینکه این ارتباط نزدیک هم اون انرژی و عشق رو در من میبره بالا، هم در اون طرفدارای عزیز و نازنین هم که میشینن آهنگای منو میبینن و فکر میکنن که خودشون دخیل بودن در این قضیه و سهمی در این کار جدید یا این مدل مو یا این مدل لباس یا این شعر آهنگی که انتخاب شده داشتن، و خیلی دوستشون دارم و خیلی مؤثر بودن تو کار من، برای اینکه بتونم با تمام مسائل و مشکلاتی که خارج از کشور و در غربت ما داریم بتونیم این غم غربت رو با بودن اونا، با دیدن اونا فراموش کنیم و بتونیم هر روز کارهای بهتری ارائه بدیم. چه چیزی در زمان بیکاری به من آرامش میده؟ اینکه در کنار خانواده‌ام باشم، همیشه یه شنبه ها سعی میکنم دور هم جمع بشیم، ورزش میکنم، مطالعه میکنم،
غذای هلتی میخورم و سعی میکنم خودم رو سالم و سرحال نگه دارم برای فنای نازنینم که میخوان منو ببینن. اگه به جزیره برم سه تا چیزی که انتخاب میکنم. اتفاقا جالبه که این اتفاق برای من افتاده، البته جزیره نبوده، یه جای خیلی خوب بوده که میامدم. من یادم زمانی که از ایران به صورت غیرقانونی خارج میشدم از راه ترکیه، گفتن وسیله زیاد نباید بیاری، فقط باید یه ساک کوچیک داشته باشی. منم تنها چیزایی که به فکرم رسید که باید همراه هم داشته باشم، یکی نوارای آهنگام بود که اون موقع روی این ریلای بزرگ بود، سنگینم بود ولی اونا رو با خودم آوردم، و دیگری مجله هایی که عکسای من روی جلدش بود یا مطالبی که راجبم نوشته بودن. و واقعا چیز دیگه به فکرم نرسید، نه جواهری، نه پول آنچنانی، نه لباس آنچنانی. این دوتا چیز برای من مهمتر بود. قطعا اگه یه بار دیگه برم به جزیره همینا رو با خودم میبرم.